خب آقا شاید یارو بازیگیش به مدل این بالا بوده. چی میگم به سوسمار تجاوز کرده بود، سوسمار با اون دندونای وحشتناک آره به مرور دیگه، به مرور عروسی کرده، عروسی کرده یه دونه از این شهردار، یه دونه شهر تو مکزیکه با سوسمار عروسی کرد، با تمسا ازدواج کرده اون. تمساه. آره همون تمساه. البته خیلی راه دورم نمیخوایم بریم ها، اینا همین انقلابی هم که کردن، شعارهایی که میدادن خیلی دور از انتظار نبودش، با نوع شعار دادنشون و با نوع حرف زدنشون میشد پیش بینی کردش که دنبال چه جور مسائلی هستن این جماعت. ولی اون تمساحی یه نمه شبیه مسیح علی نژاد بوده چا. درست صحبت. آره فقط مو خیلی چه کم داشت. آره کلاگیس می‌ذاشت تا سرش. یعنی باورتون نمی‌کنید تعصب داره روی این براندازو. بابا این شاسکو کیه؟ بابا ما داری فارسی حرف میزنیم، حالا اومده ابری نوشته، من موندم توش. با شاسکو ابری نوشته فکر فامیله برو شنا یاد بگیر، حداقل برو شنا یاد بگیر. فردا پس فردا ما حمله کردیم، رایی به جز شنا نداری شما. سلام سید آقای پوشکو هستید. سلام آقا سید. سلام صداش نمیاد. حالا تو کنم بیرون سیگنال نداره. درست بابا ایران خدا وکیلی بزرگترین. یا الله سلام علیکم. یا الله سلام. سلام سید جان، شبتون بخیر. سلام بسیار بزرگوارم، عزیزای نازنینم، شبتون بخیر. خوبی؟ خوبی داداش سلام؟ بدایی داری سید؟ خوبی شما؟ عزیزتون کنی جدم نگهدارت باشه. شما سلام علیکم. الحمدلله آب روز دوستای دیگه آقا امیر بسیجی عزیز سلامت بشید. بدایی شماره سلام. سلام سلام آقا سید، دورتون بگردم. حفظکم الله. سلامت بشی برادر. چه خبر؟ خوب این سید؟ والله دلت فرق واضح واضح و روشنی خانمی که طرفدار زن نوشته، یعنی پسر وجود نمی کنه همچی چیزی بنویسه. این خانم نوشته، گفتم که در جریان باشه دیگه. چه خبر؟ خوب این انشالله. الحمدلله. آسه یه شما هنوز داغ نشدین، تازه اومدین داغشین شروع کنید. من حقیقتش والا نمیدونم متوجه شدین یا نه، تو پیج عکس چیز گذاشته بودم مثل تسلیت وفاد نال الله و ناله راجم خدا رحمت کنه. دو سه هفته ای هست اصلا من لایو گذاشتم، این اولین لایو دارم میام تو لایو شما. عزیز دل من دیگه به قول معروف، حالا اسممونو که نمیتونیم بگیم ولی خودم به قول معروف بزرگ خاندان ما از دست دادیم دیگه، به قول معروف کمرمون شکست. روحشون شاد، روحشون شاد. عرض تسلیت. سپاسگزارتونم. اصلا به قول یارو گفتم از اون موقع تا حالا نه لایو نه دیدم نبودی تیک تاک نه اینستاگرام، یه مقدار فقط یه مقدار فیلم های قدیمی بود، لایو های قدیم، چون من اکثر لایو هامو ضبط میکنم، همون رو تو یوتیوب گذاشتم و الا هیچ لایوی ندادم. الان اولین بار به برکت خودتون، به برکت خدا و اهل بیت و شما و پرچم عزیزمون، عکس حضرت آقا و سردار نازنین و روح شاد روح مسیران و خاک شما شهدای عزیزم، ایشالله که آمین. آقا سیدی بلو امیر امیران آقابت به خیر میشیم. رای خیلی در پیش داری مدافعین حرم، مدافعین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همیشه یه راه خطیری در پیش بوده. اتفاقا چند وقت پیش من یه حدیثی از امام علی علیه السلام میخوندم یا شنیدم از یه علامه بزرگواری که میگفت هیچ موقع از راه حق وحشت نداشته باش، هرچند که سالکینش کم باشن. راه ما راه حقه، این حدیث امام علیه. اگر در ظاهر ما در قلتیم، ولی بدونین همین قلت، همون شماره 313 هم که گذشتی علامت قدرته، قدرت ماست.
اگه کل دنیا علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت بکنه، مادامی که دلمون با خداست ما پیروزی. انشاءالله. داشت سالار، فقط بی زحمت میخواستم بگم این بی همه چیزایی که به دین و به مقدسات دارن چیز میکنن اینا رو اگه چی شد آره بچه ها رو چیز بکنن، آره میوتشون کنن بچه ها دیراتورن داراش. من دارم یکی یکی میزنم ولی گویا که خیلی زیادن. دمه دیم میخواد منم مدیراتور کنم. من بی همه چیزا که سه مدیراتوری امیر جان، سه شما مدیراتوری هستن که نه من نه ولی خب بعضی موقع تو این موجای منفی که میان بالاخره یه سرشاخه هم به ما میدن که ما یه جورایی بهشون بپردازیم. نه فقط آقا مخالفت کردن اصلا مشکل نداره، آره، ولی یه موقعی یه کسایی میان بالاخره یه موضوعی رو باز میکنن که ما باید ما فراموش کردیم بهش، خودشون یادآوری میکنن که ما قشنگ شسته رفته بدیم دستشون. کسی که آقا سید فوش میده نمیتونه جواب بده، برای همینه فوش میده. ضعف شدیده دیگه. من حتی خودم وقتی عصبی میکنم من خودم به خودم میگم بعضی موقع من وای میسم جوابشونو میدم، همتون هم شاهدین دیگه. ولی اونجا من میگم اونجا شیطان برای من کف میزنه. اونجایی که من وای میسم جوابی ادبی اینا رو با فحاشی مثل خودشون میدم، اونجا شیطان داره برای من کف میزنه، میگه به جمع ما خوش آمدید. آره دیگه آسید باور کنید سگ پا تو گاز، سگ پای منو گاز بگیره که من نباید پای سگ رو گاز بگیرم آسید. آفرین به خدا. وقتی که وقتی طرف نمیفهمه، وقتی قدرت بحث کردن نداره، به جاش میاد یه مش مزخرفات و چرت و پرت میگه، فقط نشون میده مغزش سبکه، اون تو هم پر گچ و آهک، هیچی نیستش، هیچ مغزی نداره. همون یه مشت آهک رو با مشت باید بزنی پورت بشه با مشت بزنی، ولی نه با فراشی. بلش کن اینا تو همینجا تو ببین تو اروپا اینا بذار همینجوری برن به پلیس آلمان و انگلیس و استرالیا بگن بی شرف بی شرف، بیا به همه میگن خوبی یونس جان، اینا همه میگن نه به همه پشت میدن، فرق نمیکنه براشون. نه اونا عصبانی هستن، هر حزبی هر چیزی از اینا که هست مدعیان جزء اساسنامه شونه، جزء اساسنامه و کاراشون ادبیات فحاشی به کار بردن، این جزء مرامنامه شونه اساسنامه شونه. آره یکی از تکنیکاشون هم همینه، میخوان که مثلا بیان که من و تو رو وادار بکنن که بس خودشون فحاشی بکنی. اگه آقا سید وادارت کردم فحاشی کنی متاسفانه ولی ناراحتم، ولی دقیقا یکی از اهدافشون همینه. اگر وادارت کردن شکست خوردی در مقابلشون. آره. باید بیشتر مراقب باشی، بعد رو خودت مسلط باشی، چرت و پرت می اونی که چرت و پرت میگه که اصلا لازم نداری بهش نگاه کنی یا محلش بذاری، ولی اونی که میاد با استدلال باید برخورد کنه و صحبت کنه ارزش داره یکم وقت بذاری، شاید واقعیت رو بهش بگی، قانعش کنی، مثلا یه مقدار چشش باز بشه. ولی اونی که فوش میده که اصلا ببین تو هپروته، اصلا هیچی، ولش کن کلا، ولش کن، زحمت نکش کارتو نده. ما یه بار دیگه عرض ادب و احترام میکنیم به همه عزیزایی که داخل لایو و کامنت مینویسن، حالا چه موافق چه مخالف، بازم هر چی باشه بالاخره هموطن ما، ما همه تلاشمون اینه که اینا رو به راه درست، هم خودمون هم اونا رو هر همگیمون رو دعوت به راه راست بکنیم، به اون چیزی که صلاح به قول مملکتمونه، دینمونه، مذهبمونه، خیر و برکت برای مملکتمون و انسان ها و هموطنمون میاره دعوت میکنیم. همه هدف ما همینه. حالا یکی به قول معروف بی جنبه است، عصبیه، یا اونا مشکلی نداریم باشون در اصل، ولی اونایی که هدفمندن میان هدفمندانه میخوان سر جنگ باز بکنن، مطمئن باشین قاطع باتون برخورد میکنیم، مطمئن باشین. دقیقاً. سلام یونس جان، خوبی شما؟ سلام خوبی من یونس جان، حالا من این حالا احوال سکر
خوبم خدا رو شکر. خیلی وقت ندیدم یونس جان، تصویر تو باز می‌کنی ببینیم. تصویر زیبا تو. خوبی یونس جان؟ سلام. سلام یونس جان، خوبی؟ خوبی تو؟ بچه‌ها این یونس یکی از بچه‌هایی که خیلی شعرهای زیبایی میگه. من خیلی دوستش دارم. من که می‌شناسم. تنت سلامت بشه برادر، ان شاء الله. شب بخیر، شب بخیر. یونس جان شعر آماده چی داری برامون بخونی؟ دلمون یک کمی راحت شد. والله دنبال فرجام. شعر خوانی میکنه یا شعرهای خودشه؟ شعرهای خودشه، خودش شعر میگه. آفرین، عالیه. میگه صداش درست نیست داداش من، صداش از گوشی نیست یا از چیزی دیگه، خدا داده. من مادرم فاقیه کنم. آره. مثلا نشون میدم حسنه. این شیل اینه من آقا نمیشم. مثلا میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن امن این را آم نیست، لن امن آم است، این را آم مرحن. صدا بده بچه ها، میوت کنید لطفا. لن او خونده میشین انسان را، از پار نداشته مستعی من این را آم. هر ایدان از خودش مزندگی است، همه انسان است، این را من است. اینو اصلا نیستم زندگی مردم بخالت میکنم خالای مردم بخالت میکنم وقتی همین اینو شعر رو نیستم. این شعر معنی خاصی نداره ولی تمام معنیه. آره داداش صدا بیاد یونس جان. واسه یه شعر ایجاد نست. میخوای تصویرش یه لحظه بزرگ کن؟ آره یه سن کجا بود؟ این نبود های سن اپلیجوری. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل شيء. شو بعده من شو مدتيه؟ أنا أقول السلام عليك. مرحبا. أنا ليش أنا ما خلني أستغفر؟ نور این خواهی ما قدم می زنیم، نور این زیر همین خواه مقمون خواهیم نست. رسم دنیا در این امروز نوبت من، فردا نوبت تو، پس فردا نست های بعد از ما. یکی از عجایب دنیا این است، یکی از عجایب دنیا این است، این است که اگر با من خودی فهم نمی‌آیند اصلا کنی. بله. ولی نه. ماشاءالله. ما انسان‌ها به ظاهر اصلا ایلا معمول و ایلا هستیم. ولی از درون ایره هم ترین موجودات روی زمین هستیم. الله اکبر. آفرین. یک ما بدون من نگاه کن به این چی هست. هر چی وجود داره هر انسان را بدان شاید فردای این شود. همیشه متوجه حرفهای یک دهان شان بیرون می شود باشید. چون مردی از حرفا منجر و ناراحتی و یا مرد دیگرا خواهد بود. پس مراقب حرفای دهانتان باشید. آفرین.
ماشاءالله به خدا نگاه یه تارموی یونس میارزه به ست توی براندازو. آفرین. به خدا بهتون میگم. آفرین بچه‌ها. مرسی داری یونس جان. خیلی خوشحالمون کردی. یه تیکه خیلی قشنگی توی شعرشون نوشتن، این که شاید خیلی صحبت ها منجر به مرگ بشه. این صحبت شاید مثلا به ظاهر چیزی باشه که آدم ازش خیلی سریع مثلا بگذره، ولی خیلی خیلی از هم امامای ما، هم پیغمبر ما، هم علمای ما تاکید کردم خیلی حواستون باشه اون حرفی که از دهنتون در میاد، اون صحبتی که در میاد چه صحبتیه، چه کلمه یه، چه حرفیه، بله و چه تأثیری میتونه روی محیط بذاره، روی افراد بذاره. شما همین آزمایش هایی که الان خیلی ساده هستش، میگن که شما میخوای یه لیوان آب بخوری، یه کلمه خوب به اون آب بگو، ببین چه تأثیری روی مولکولای آب میذاره. و به طبع همین اتفاق میتونه روی اون محیط پیرامونت، حتی روی انسان ها فرقی نمیکنه. آب به خاطر اینکه حالا اون نوع مولکولش و اینجور چیزاش خیلی انعطاف پذیرتر هستش، خیلی سریعتر شاید تأثیرشو بذاره، ولی همون تأثیر رو میتونه روی محیط اطراف بذاره. و اینه که حالا ما خواه یا ناخواه، متاسفانه بعضی اوقات من خودم رو شخصا دارم میگم، تحت تأثیر یه سری صحبت ها، یه سری حرف ها، آدم مجموع میشه یه عکس العمل، یه ریاکشنی نشون بده. و این خیلی خوب نیست. صحبت اولمون راجع به فرقشای دقیقاً امام علی همینو میگه، بزرگوار امام علی میگه باید گردنی چون زرافه داشته باشی، انقدر این کلمه رو بالا پایین بکنی که بدونی وقتی میاد بیرون هیچ ضرری مثلا به اطرافت، به دیگران نرسونه. یه کلمه میتونه ویران کننده باشه اصلا. میتونه یک، من همیشه گفتم شرط نیست که آدم یه نفر رو بگیره دستگیر بکنه بندازه تو زندان پشت میلای زندان باشه. شما میتونی با یه واژه، با یه کلمه میتونی شخص رو برای یه سال، دو سال، یه ساعت، دو ساعت، هر چقدر که مثلا قدرت کلمت قوی بود، خب اونو بندازی پشت میله های ذهن و اندیشه، از کار بندازیش، مغزش از کار بندازی، روحش از کار بندازی، شب تا صبح بشینه فکر بکنه که واقعا چرا این حرفو به من زد، مثلا جناب آقای سالا چرا این حرفو به من زد، هی بشینه خودخوری بکنه چرا این حرفو به من زد، از کار میفته، از قضا میفته، از نام میفته، از زن و بچهش میفته، همش درگیر این که چرا این حرفو به من زد. حالا از جهت دیگه برای مزام میگم، برای خنده یه مقدار حالا جو عوض میکنیم تا اذانم نگفته، بعد که اذان گفت من رفع زحمت میکنم. منم حقیقتا منتظر اذانم، یه 4-5 دقیقه دیگه مونده. آره. یه بنده خدایی بود از یه دختر خانومی تو محلش رو خیلی خوشش میومد، هر کاری میکرد اینو تور بندازه نمیتونست، یعنی پا نمیداد، ای نشست ماها سال، به قول معروف سال، یک دو سه سال همش تو نخش این بود که چجوری با این دوست بشه، رفیق بشه. یه روز یه چیزی به مغزش خطور کرد و تو مسیری که میومدن تو محل، دختر و پسر روبرو هم شدن، یا زن و پسر روبرو هم شدن، یا پسر رو کرد به دختره یا اون زنه گفت حلالت کردن، بهش گفت حلالت کردن. دختره دیگه برای چی، مگه من چیکار کردم تو منو حلال کردی؟ خب جوابش نداد. این زنه هی مون تو ذهنش، مگه آقا مگه من چیکار کردم که اینو منو حلال کرده، منو بخش. خلاصه یه روز هی مغزش درگیر این داستان بود، تا یه روز خونهش خالی دید، پسره رو گفت بیا. خلاصه به قول آیت الله تهرانی بود نه، میگو حمد سورش خوند، ورد تو خونه و پسر حمد سورش خوند و بعد از اتمام کار بهش گفت راستی اون روز من تو خیابون دیدی جریان چی بود، تو به من گفتی حلالت کردم؟ گفت خب امروز حکایت اون روز حکایت این بود دیگه، حلالت کردم. آه بچه ها دوستان،
سه جا عالی بود عزیز دل من. منظور حالا درگیری ذهنی با همون شعرخوانی برادر بزرگوارمون با متابعاتی که جناب آقا امیر اگه اشتباه نکنم چشم نمیده داشتن دقیقا همونه، ویرانگره، مراقب کلاممون باشی عزیز من. این آقا سالار خیلی بزرگواری، من دوست دارم شما رو دوست دارم. میخواستم برم ولی یکی دیگه از دوستان درخواست داده قبل سید، میخواستم برم دوباره یکی دیگه باش. اینم یکم با این یک با لاله علی هم صحبت کنم. سلام آقای محبت نمیذاریم بری. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام، اهلا و سهلا یا شباب. یا اهلا بیک حبیبی، خوبین انشاءالله. الحمد لله شما عزت و سلامتی بده. دشمنان از این که پرچم اهل بیت بلنده خیلی ناراحتن. بله دشمنان، من یک چیزم ببخشید، من ایگو آمدم صحبت کردن شروع کردم چون در حال رفتارم. من از همه دوستان معذرت میخوام، دست بوس همه شما عزیزانم. من موندم که اون وقت آقا امیر المومنین در زمان آقا امیر المومنین چرا نماز پشت آقا و سفره از ماویه خوب بود. این هر وقت به ذهن من خطور میکنه، جواب فقط یکیه. دقیقا. جواب فقط یکیه. هر وقت خوشحال شدیم. اوکی یونس جان، خوشحال شدیم یونس. باز بیا طرفمون، ما خوشحال میشیم. آقا تو میخوای لایف رو ببندی؟ جدی؟ جدی میخواستم ببندم موقع نماز هم از آن نکو بابا، ما تازه اومدیم، ماشینه ما دیزلیه. دیزلی خب میفهمید دیر گرم میاد. حد اول یک کدومون برد به نماز، من برم نماز اگه اجازه بدین. نماز بیا حیدر مدد، نه ما هم میریم باس اگه از نماز همه میریم. دعاگوی همتون هستم. بگم و برم در آلتی که آقای امام حسین علیه السلام روز عاشورا در آلت جنگ بودن، یکی آمد گفت آقا وقت نماز، گفت خدا تو را از بهترین نمازگزاران قرار بده که ما را به یاد نماز انداختی. ان شاء الله خیرش تو به اصلاح دعا بچه‌ها دعا می‌کنید خلاص. حتما حتما ان شاء الله. من رفتم، سلامت باشه. خدا حافظ شما. تلفنم هم داره زنگ می‌کنه دوستان. امیر جان مهدی داداش به روز و خیزان پایی موافق و مخروف. یا علی یا علی شب همه کربلایی. یا علی یا علی خدا حافظ.